اختراعاتی که جهان را تکان داد. درود به همه شما همراهان. به پرشین مینی تیوی خیلی خوش آمدید. لازمه که قبل از هر چیز با سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های بعدی ما با خبر بشید. لطفاً برامون کامنت بذارید، ما هم به همه کامنتاتون جواب میدیم. و اما موضوع این برنامه، خیش فلزی، سال اختراع سال 100 میلادی. این اختراع چیست؟ ابزاری فلزی که خاک را می شکافد و برمیگرداند تا بتوان تخم غلات را در زمین کاشت. اما چه کسی آن را اختراع کرد؟ کشاورزان رومی شمال ایتالیا. نسبت دادن تمامی این اختراعات به جهان غرب کمی شبه برانگیز است. برای مثال در دوران طلایی هخامنشیان که حدود 500 سال قبل از میلاد بود، مردم برای شخم زدن زمین از چه وسیله‌ای استفاده می‌کردند؟ آیا کشاورزان با دست زمین را می‌کندند؟ ای کاش درباره این بیشتر تحقیق می‌شد. خیش فلزی تمدن بشر را به پیشرفت واداشت و تولید غلات در سطح انبوه را ممکن ساخت. ظهور امپراتوری‌های بزرگ به فراوانی ذخایر غذایی بستگی داشت. گندم، جو، چاودار و جو دوسر را بدون وجود خیش فلزی نمی‌توان در سطح وسیع کاشت. خیش فلزی جهان را تغییر داد. وجود خیش باعث گسترش کشاورزی در فلات‌های حاصلخیز و تغییر محیط زیست حیوانات وحشی شد. خیش کشاورزی را کاملاً دگرگون کرد. برای استفاده از خیش فلزی که وسیله‌ای سرمایه بر بود، چند نفر میباید با هم شریک میشدند. بنابراین اقتصاد کشاورزی به طرف استفاده مؤثر از تجهیزات سرمایه بر سوق داده شد. رومی ها دانش آموزانی سخت کوش در زمینه کشاورزی بودند. در سال 200 قبل از میلاد آنها ابزارهای مختلفی از جمله انواع سیم‌های چوبی و چوب‌های نوک‌تیز را برای سوراخ کردن زمین و کاشتن دانه‌ها در اختیار داشتند. آنها از نوعی تیغه چوبی هم برای زیر و رو کردن استفاده می‌کردند که از نوع مشابه آن در مصر پیشرفته یاد می‌شد. طی دهه‌های بعد از خیش‌های چوبی استفاده می‌کردند که آن را به پشت خود می‌بستند. تا اینجا هر چقدر از این برنامه خوشتون اومده اونو لایک کنید و این ویدیو رو به اشتراک بذارید تا دوستای دیگه‌تون هم این برنامه رو ببینن. از نوشته‌های پلینی چنین برمی‌آید که حوالی 50 میلادی به خیش‌های چوبی یک چرخ هم متصل شد تا شخم زدن زمین‌های سخت آسان‌تر شود. اکنون بیشتر وزن خیش به چرخ منتقل می‌شود و کشاورز آسان‌تر می‌تواند آن را به دنبال خود بکشد. و به این ترتیب آنها توانستند یک تیغه فلزی اضافی هم روی تیغه چوبی بگذارند و کار شخم زدن زمین آسان تر شود. عمر خیش هم طولانی تر شد و زمین هم عمیق تر شخم زده شد. پلینی نوشت که استفاده از خیش فلزی در زمین های کشاورزی متداول بود. استفاده از خیش فلزی باعث شد زمین های بیشتری را کشت زنند. علاوه بر آن، به جز خیش‌های عمودی، خیش‌های افقی هم برای زیر و رو کردن خاک ساخته شد. این خیش‌ها می‌توانستند تا عمق 20 سانتی‌متری زمین فرو روند و خاک را زیر و رو کنند. اما در حال کشیدن این خیش‌های سنگین حتی برای دو مرد هم کار دشواری بود. کشاورزان از گاو نر استفاده کردند. کشاورزی روم توانست غلات را در حد انبوه تولید کند. در قرن ششم میلادی خیشی بزرگتر و قویتر در کشاورزی‌های اروپای شرقی ابدا شد و بعداً در سراسر اروپا رایج گردید. از آنجا که این خیش بسیار سنگین بود، شش گاو می‌باید آن را می‌کشیدند. در این حال شانه و گردن این گاوها از شدت کشش طناب‌ها زخم می‌شدند. حوالی سال 900 میلادی یوغ و افسار در فرانسه ابدا شد
و با انداختن یوغ و ابسار به گردن گاو یا اسب کشیدن خیش آسانتر و سریعتر شد. در سال 1600 تیغه خیش‌ها از فولاد ساخته شدند. در سال 1800 خیشی ساختند با 6 ردیف تیغه که 20 اسب می‌تواند آن را بکشد. اختراع تراکتور به کشاورزان این اجازه را داد که بتوانند 20 ردیف شیار را همزمان در زمین حفر کنند. گاومیش‌های آبی تراکتورهای طبیعی مردم آسیای جنوب شرقی و هند هستند. حتی امروز هم نیمی از بار شخم زدن زمین در این مناطق به گردن این حیوانات مفید است. خیلی ممنونیم که تا انتهای این برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا یه ویدئوی دیگه، شب و روزگار خوش.